16 نشانه هشدار دهنده دیابت توی این ویدیو قرار به شما توضیح بدم که بسیار باید جدی گرفته بشه، چون این نشانه ها زنگ خطر بدن محسوب میشه که دارن به ما اطلاع میدن ما در مراحل اولیه دیابتیم. سلام به دوستان عزیز کانال، امیدوارم که سالم و سلامت باشید. خوش آمدین به یک ویدیوی جدید از کانال خود شما. امروز مهمترین نشانه های پیش دیابتر یا افرادی که قرار خدای نکرده دیابت بگیرن برای شما این نشانه ها رو توضیح میدیم. اگه تا حالا عضو به کانال نشدین و علاقه به چنین موضوعاتی دارین، الان بهترین فرصته تا کانال رو سابسکرایب کنیم تا از جدیدترین ویدیوهای دنیای سلامت بیولوژی مطلع شین. در خیلی از موارد اگه از نشانه های دیابت مطلع بشیم قابل برگشت و کنترل میشه و دیگه دیابت نمیگیریم و در حقیقت مشکل حله. دیابت به اعتقاد خیلی از افراد، به اعتقاد خیلی از متخصصین، در حقیقت مادر امراض محسوب میشه، چون خیلی از مریضی های دیگه رو هم به در حقیقت وقتی ما دیابت بگیریم وارد بدن ما میشه و پای بقیه مریضی ها به بدن ما باز میکنه، که اگر در حقیقت جلوی دیابت گرفته نشه ممکنه در حقیقت در بعضی از موارد به قطع عضو و خدای نکرده در موارد خیلی شدید به مرگ هم منتهی بشه. بریم ببینیم مهمترین علامت های پیش دیابت چیه، که مهمترین آلارم های بدن چی هستن که اونا رو باید جدی بگیریم. اولین علامت خستگیه. اگر خواب کافی داشته در شبانه روز، فعالیت فیزیکی زیادی هم نداشتین اما باز هم خسته هستین، باز هم در حقیقت که احساس کسالت میکنه، ممکن یک نشانی از پیش دیابت باشه. علامت بعدی تکرر ادراره. تکرر ادرار و حتی بی اختیاری ادرار یکی از نشانه های کلاسیک پیش دیابته که باید جدی گرفته شه. اگر تونتون دستشون بریم باید جدی بگیریم. تشنگی شدید و بیمورد علامت بعدی هست. اگر فعالیت خاصی نداشتیم، عرق هم نکردیم، فعالیت فیزیکی زیادی نکردیم و احساس تشنگی داریم، یه علامت هشدار دهنده که ممکنه یک نشانه اولیه از دیابت تایپ 2 باشه. گرسنگی مداوم علامت بعدی. اگر یه وعده غذایی کامل غذا خوردین ولی بازم گرسنه، بعد از غذا، قبل از غذا مدام گرسنه هستین، ممکنه یکی از نشانه های خطر ابتلا به دیابت باشه. رژیم های غذایی نامناسب شروع دیابته. دنبال کردن یک رژیم غذایی غلط، پر از فست فود، پر از شکر، پر از کربوهیدرات، پر از نوشابه ها، پر از رنگ ها، در حقیقت یک خطر بزرگ برای شروع دیابت، مخصوصا دیابت تایپ 2 هست. در حقیقت رژیم غذایی سعی کنین اصلاح کنین. تاری دید علامت بعدیه. اگه که در حقیقت میشه گفت یکی از نخستین و مهمترین علامت های، اگه به طور ناگهانی دارین یه جایی مطالعه میکنین، یه فاصله دوری رو دارین میبینین یا رانندگی میکنین، ناگهانی با تاری دید مواجه بشیم، این جدی بگیریم که ممکنه یک علامت پیش دیابت باشه و حتما به دکتر مراجعه کنیم. علامت بعدی پیش دیابت یا آلارم بعدی بدن خشکی دهانه. گرچه خشکی دهان علت های خیلی زیاده داره که ممکنه بزاق دهان به اندازه کافی ترشح نشه و دهان خشک بشه، اما سطح بالای قند یا گلوکوز در بدن هم یکی از علامت هایه که در حقیقت داره بره ما بدن ما آلارم میده که شما در معرض خطر دیابت قرار داریم و باید جدی گرفته بشه. علامت بعدی افزایش سایز دور کمر، ناحیه شکم و باسن. اگه متوجه شدین که لباسای شما برای شما کوچیک شده و اضافه وزن پیدا کرده، مخصوصا در ناحیه شکم و ناحیه باسن، یکی از علامت های خطرناک شروع دیابت شما محسوب میشه. سردردهای مکرر یا سردردهای پیهم علامت بعدیه. خب هر از چندگاهی ما اگر سردرد بشیم نرمال، اما اگر داریم میبینیم در هفته تعداد سردردها ما خیلی زیادتر شد، ممکنه یک نشانی از یک علامت از بیتعادلی قند خون ما باشه که نشانه از شروع دیابته. تغییرات خلق و خو یا نوسانات خلقی علامت بعدی یکی از علائم هایپرگلایسمیا هست، یا اصطلاحا هم بالا بودن قند خونه، که باز داره بره ما آلارم بده که ممکنه به دیابت تایپ 2 مواجه بشه. دیر شدن زخم ها یا خراشیدگی های بدن علامت بعدی پیش دیابت. اگه در مرحله های اول دیابتیم، روند بهبودی زخم ها و خراشیدگی های بدن ممکنه خیلی کنتر از افراد سالم انجام بشه، زخمشون خیلی دیر خوب بشه، این یک علامت. سبک زندگی کم تحرک شما رو مستعد به دیابت میکنه. اگر فعالیت زیاد فیزیکی ندارین، زیاد پیاده روی نمیکنین، زیاد ورزش نمیکنین، ورزش منظم ندارین، فعالیت فیزیکی کافی ندارین، شما در معرض اضافه وزن، فشار خون، مشکلات قلبی و دیابت هستین. جدی بگیرین. مشکلات پوستی علامت بعدی افراد پیش دیابته. خیلی از مشکلات پوستی مرتبط به دیابت وجود داره که یکی از موارد مهم اونا تیره و زخیم شدن پوست، مخصوصا در ناحیه‌ای که چین و چروک وجود داره. این شرایط یا این علامت ها به نام آکانتوزیس نیگریکانس اصطلاحا گفته میشه در اصطلاح علمی، که در بیشتر افرادی که اضافه وزن دارن دیده میشه. گاهی وقتا هم در همین افراد
پوست در قسمت‌های از بدن کمی بالاتر میه، اما نه خیلی که تورم پیدا کنه و یه حالت مخمل مانند پیدا میکنه. ممکنه زگیل‌های کوچیکی مخصوصا در ناحیه پس گردن، روی گردن، زیر بغل‌ها، در کشاله ران ممکنه زگیل ایجاد بشه که این هم علامت‌های پیش دیابته. اگه کاهش وزن ناگهانی داشتید و بدون دلیل برای شما اتفاق افتاده، ممکنه یک آلارم خطرناک باشه و شما در معرض خطر دیابت باشه. کاهش وزن در این موارد به واسطه قند خون بالا، کم آبی بدن، تخریب عضلانی و مشکلات تیروید معمولا رخ میده که همه اینها جدیه که یکی از اینها هم در حقیقت شروع دیابت. احساس سوزن شدن در دست‌ها، در پاها علامت بعدی پیش دیابت است، یا یکی دیگه از علامت‌های پیش دیابت. قند خون بالا ممکنه موجب اختلال در فعالیت اعصاب یا نیوروپاتی دیابتی بشه که مسیرهای عصبی انتقال دهنده‌هایی که دارن به دست و پا سیگنال میفرستن، پیام میفرستن، مختل میکنه و شما احساس سوزن در دست و پا میکنید که این هم یکی از علائم ابتلا به دیابت. اگر نسبت به سابق بدن شما تونتون مریض میشه، مخصوصا عفونت‌های دستگاه ادراری بیشتر دارین تجربه میکنیم، نشون میده که قند خون شما بالا هست و شما در مرحله پیش دیابت قرار دارید. اگر تونتون مریض میشیم، تونتون بدن شما عفونی میشه، مخصوصا عفونت‌های دستگاه ادراری دارین نسبت به سابق بیشتر دارین، در حقیقت این هم یکی از علامت‌های پیش در یکی از جمله علامت‌های در حقیقت پیش دیابت. اگر حتی به دیابت مبتلا نیستین و تعدادی از این علامت‌ها حتی در مقدارهای خیلی کم دارین یا دارین تجربه میکنین، حتما به دکتر مراجعه کنین، اینا رو جدی بگیرین. حالا ممکنه تعدادی از اینها به دیابت ربط داشته باشه، خدای نکرده آلارم‌های دیگری از بیماری‌های دیگه باشه. امیدوارم که تن همه شما، بدن همه شما برای همیشه انشالله سالم باشه، هیچ کدوم از این علامت‌ها رو نداشته باشه. ولی اگر کوچکترین علامت‌ها رو دیدین جدی بگیرین و اگر کارهایی که نیاز خود شما انجام بدید، مثلا تغییر در رژیم غذایی، افزایش تحرک، حتما این کار رو انجام بدن، اگر نه حتما به دکتر مراجعه کنید. امیدوارم برای شما مفید بوده باشه. اگر علاقمند به چنین موضوعاتین، هنوز عضو کانال نشدین، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.